فصل پنجم ریاضی هفتم در مورد حجم ها میخواد صحبت کنه و حجم رو میخواد به اون معرفی کنه و قبل از که من برم توی حجم یه تفاوتی بین محیط و مساحت و حجم رو بهتون بگم محیط، مساحت، حجم چون جلوتر بدین ممکنه اشتباه کنید برای همین همین الان میخوام این تفاوتات رو بهتون بگم من یه شکل ساده ای میکشم یه مستطیل خیلی ساده اینجا مساحت اینجا هم حجم فقط میخوام چون حجم بکشم مجموع حالت سه کنم مجموع یه مقدار حالت سه بهش بدم که بتونم حجم حساب کنم چون حجم فقط شکلهایی که زخامت یا عمق یا ارتفاع دارن میتونن حجم داشته باشن مثلا این نمیتونه حجم داشته باشه چون عمقی نداره که من بیام عمقش رو حساب کنم حجم در مورد چیزهایی که عمق دارن دارن صحبت میکنن خب حالا نه کنید یه اندازه واسش میذارم مثلا اینجا چهار میذارم اینجا دو اینجا چهار اینجا دو اینجا چهار اینجا دو این عمقش رو هم میذارم یک اشکال نداره ها طول و عرض و ارتفاع ما هر دوست داریم میتونیم اس بذاریم ما مثلا من میتونم به این بگم طول به این بگم عرض اشکالی نداره توی ریاضیات خب یا اینکه من میتونم به این دوه بگم ارتفاع به این یکه بگم ارتفاع معمولا ما میگیم ارتفاع احساس میکنیم بلندی ها یعنی ارتفاع یعنی این دوه باید ارتفاع باشه ولی نه بایدی وجود نداره کلا کو بدونید عموما توی ریاضیات خطایی که اینجوری هستن رو میگیم طول خطایی که اینجوری هستن رو میگیم عرض یکم کش کشیدم و خطهایی که توی این راستا هستن رو میگیم عمق یا همون زخامت یا همون ارتفاع داخل ریاضیات ارتفاع رو توی اون زاویه نشون میدن ولی خب اینها به صورت کلی هست خب عموما بدونی نامگذاری به خودتون رب داره به زاویه دید شما رب داره من یا مساحت و محیط و این حجمش رو حساب میکنم ببینیم چند میشه مثلا اینجا محیط یعنی دور تا دور رو بیا حساب کن دور تا دور اندازه از اینجا اگر حرکت کنم میشه چهار تا به علاوه اگر از اینجا برم تا اینجا میشه دو تا به علاوه از اینجا تا اینجا میشه چهار تا به علاوه از اینجا تا اینجا هم میشه دو تا دونه سر جمع شد چقدر؟ چار و دو میشه شیش شیش و چار میشه ده ده و دو هم میشه دوازده این شد چی؟ این شد محیط حساب شد خب تعجب نکنید از فرمول چار به علاوه دو ضرب در دو استفاده نکردم چون که به نظر من داخل محیط معمولا ضرب استفاده نمیشه طول و عرض رو ما میاییم با همدیگه جمع میکنیم در واقع دور تا دور رو میایم جمع میکنیم محیط در مورد اندازه ها داره صحبت میکنه ضرب خاصی می نمیکنه اینجا توی مساحت و توی حجم معمولا ضرب داریم توی مساحت ما میایم طول رو ضرب در عرض میکنیم یه جورایی انگار داریم میگیم تمامی چیزهایی که توی این راستا هستن یا همون طول ضرب در چیزهایی که توی این راستا هستن یا همون عرض میایم طول و زر در عرض میکنیم مثل تار و پود میمونه تار و پود تار و پود اینا رو میایم ضرب میکنیم یک جورا انگار داریم این وسط رو داریم حساب میکنیم یه جورایی داریم این قسمت رو حساب میکنیم کاری به دور تا دورش ما نداریم فقط اندازه طول ضرب اندازه ارز میشه این حتی اگر چند بارم چهار و دو چهار و دو چهار و دو نوشته باشن شما کار نداشت باشی یه دونه طول ضرب در یک دونه عرض میکنی مساحت این حالت مربع یا مستطیل به دست میاد فقط دایره است یه کوچولو فرق میکنه است یه کوچولو فرق میکنن به خاطر اینکه فرمولشون یه کوچولو شاید تفاوتی داشته باشه وگرنه یعنی عموما طول ضرب در عرض دو تا دونه بود رو ضرب در هم دیگه کنیم مساحت به دست میاد 4 ضرب در 2 میشود 8 این شد چی مساحت و در آخر حجم قبلا خوندیم که حجم میخواین حساب کنیم طول ضرب در عرض ضرب در ارتفاعی همچین چیزی خوندی حالا جلوتر دقیقا چه جوری حجم محاسبه میشه رو بهتون میگیم چون حالت ابتدایی همه جا جواب نمیده ولی اینجا یه طوری بهتون میگیم که کلا همیشه حجم رو بهتون محاسبه کنیم خب من میگم که طول ضرب در عرض ضرب در ارتفاع میشه 4 ضرب در 2 و ضرب در 1 یه, یه جورایی اینجا داریم بعد طول بعد عرض بعد ارتفاع با هم دیگه ترکیب میکنیم ترکیب یعنی تو هم ضرب میکنیم خب اینجا هم اومدیم بعد طول ضرب در بعد ارز کردیم دو تا بعد رو اینجا ترکیب کردیم اینجا چیزی رو ظرف نمی کنیم طول و به علاوه عرض طول و علاوه یعنی یه جوری فقط دور تا دور رو میایم جمع میکنم. کنار همدیگه میگذاریم کنار همدیگه دیگه میشه می محیط اینجا دو تا دونه بعد رو میایم ضرب کنیم بعد طولی بعد ارزی بهش میگیم بعد خب اینجا هم بعد طولی بعد عرضی و بعد عمقی رو میایم توی همدیگه ضرب میکنیم یعنی ترکیب میکنیم سه تا دونه بعد رو خب و به دست میاد جواب میشه چقدر چهار دو تا هشتا هشت یکی هم هشتا اینم شد جواب حجممون یعنی حجمش هشتاست حالا هشتا چی؟ برخی مواقع ممکنه احساس کنیم بگیم خب مساحتش با حجمش یکیه چه جالب یا اینکه بگیم مثلا محیطش از مساحتش بیشتر محیطش دوازده مساحتش هشته نه 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 اصلا غیر ممکنه ما بتونیم محیط رو با مساحت مقایسه کنیم مساحت رو حق نداریم با حجم بگیم یکی یا با هم دیگه مقایسه شو کنیم نه دقیقا مثل این میمونه که من ازتون بپرسم مثلا شما چند سالته بعد شما بگی مثلا من به جایی که بگی دوازده سالمه بگی من مثلا دوازده مترمه <تص> خیلی بیمهنی شد یا که مثلا من بپرسم قدت چقدر بعد شما به جای اینکه بگیم من مثلا قدم 100 و مثلا 50 سانتی متره شما بگیم من قدم 150 سانیه است خیلی بی ربطه میبینید یه چیزی داریم توی فیزیک توی ریاضیات بهش میگیم واحد واحد این واحد فقط واحدهایی که شبیه به هم دیگه هستن رو من اجازه دارم مقایسه کنم برای مثال من میتونم ثانیه رو فقط با ثانیه یا دقیقه یا ساعت اینها مقایسه کنم حق ندارم بیام ثانیه رو با متر یا با سانتیگراد دما مقایسه کنم یا با کیلوگرم من نمیتونم ازتون بپرسم شما چند کیلوت هست به جای اینکه بگی مثلا من 50 60 کیلوم هست شما بگی مثلا من 60 دقیقمه 60 دقیقمه یعنی چی سنت 60 دقیقه است میبینید چقدر بی معنیه دقیقا هم همین اتفاق میافته من حق ندارم بیام بگم که این دوازده با این 8. با همدیگه مقاسدشون بگم مثلا این دوازده ه بیشه نه ربطی به هم ندارم میخوام این رو بهتون بگم که محیط با مساحت با هر سه تا دنیای کاملا مختلف از هم دیگه هستن محیط با متراژ نشونش میدیم این در واقع دوازده متر هست چون متر رو در واقع متر یا همون سانتیمتر یا همون نانومتر یا میلیمتر با متر کلمه این متر خالی میشناسیمشون چون اینجا چهار سانتی متر یا مثلا چهار متر رو میایم جمع میکنیم با یه چیز متری جمع میکنیم با یه چیز متری دیگه جمع میکنیم با یه چیز متری دیگه برای همین جوابش آخر سر میشه متر فصلهای بعدی توی توان میخونید که چرا یه اتفاق میافته خب حالا اینجا یه اتفاق دیگه میفته در واقع من دارم چهار متر رو ضرب در دو, دو, متر میکنم متر ضرب در متر کنیم میشه متر به توان دو بعدها میخونید توان رو توان دو در ریاضیات ما اصطلاحا بهش میگیم مربع برای همین بهش میگیم متر مربع در واقع اینجوری میشه چهار تا ام یعنی متر ضرب داره دو تا دونه ام یعنی همون متر چاره ضرب در 2 میشه 8 ام ضرب در m بعدا میخواد میشه m به توان دو که توان دو رو استثنان توی ریاضیات ما یه اس واسش گذاشتیم بهش میگیم مربع کلا به توان دو میگیم مربع برای بله همین به این میگیم 8 متر مربع در واقع این واحدش متر مربع این محیط واحدش از متر خالی میاد محیط و اندازه ها مثل مثلا قدتون همهشون مال یک دنیا مال دنیای تک بودیان. مال دنیای یک دونه هست یک دونه رو فقط بررسی میکنه از اینجا میره میپیچه چپ میپیچه چپ میپیچه چپ یعنی فقط داره میپیچه زرد نمیکنه دوتا بود رو توی هم دیگه نه اینجا فقط بودها رو یه جورایی میگذار کنار هم دیگه طول ارزا فقط میذاره کنار هم دیگه جمع میکنه بین دور تا دور میشه دوتا بود رو با همدیگه ترکیب نمیکنه اینجا ولی اینجا دوتا بود با همدیگه ترکیب میشن طول و عرض با همدیگه ترکیب میشن متر در متر با همدیگه یه جورایی ضرب میشن برای همین میشه متر مربع اینجا حج رو با نشون میدیم با متر مکعب یا حالا سانتی متر مکعب یا میلی متر مکعب اون قبلش مهم نیست فقط این کلمه مکعب مهمه خب اینجا چون که چهار متر ضرب در دو متر ضرب در یک متر شده چون متر ضرب در متر ضرب در متر میشه بعدا میخونید میشه ام به توان سه امه به توان سه توان سه رو کلا توی ریاضیات ما میگیم مکعب برای همینه بهش میگیم 8 متر مکعب من حق ندارم بیام 8 متر مربع رو با متر مکعب مقایسه کنم اینو میخوام بهتون بگم که داخل ریاضیات ما اجازه نداریم بیایم محیط رو با مساحت مقایسه کنیم یا با همدیگه جمعشون کنیم حق نداریم من بیام بگم 12 متر محیطشه بیام با 8 متر مربع مساحتش بیام جمع کنم 12 متر محیط نمیتونم بیام با 8 متر مربع مساحت مقایسه کنم چون واحداشون فرق میکنن این متر این متر مربعه بعدها میخونید که ما اجازه نداریم اینا رو با هم دیگه جمع کنیم میخوام بهتون بگم که اینها سه تا دنیای کاملا مختلف از همدیگه هستن حالا کلمه این مربع رو دیدین اینجا مستطیل شاید بگید که چرا اینجا متر مربع استفاده کرد نه اشکالی نداره کلمه مربع برای مساحت استفاده میشه اگر دایره هم بود ما میخوایم مساحتش رو حساب کنیم ممکنه مثلا بشه 25 25 متر مربع یا سانتی متر مربع اشکالی نداره کلمه این مربع کلا اگر مربع رو دیدیم میگیم مساحته واسه مساحت از کلمه مربع استفاده میکنیم و اینجا هم همینطور مکعب استفاده کردیم بر همیشه اینجوری نیست ممکنه یه استوانه به ما بدن بعد بگن حجمش رو حساب کن حجمش رو بخوام حساب کنم ممکنه مثلا بشه 125 متر مکعب کلمه مکعب رو استفاده کنیم واسه استوانه نه نه اشکالی نداره این مکعبی که اینجا استفاده میکنیم برای اینکه بگیم داریم حجم رو حساب میکنیم گرفتین چی شد پس تعجب نکنید اگه جلوتر رفتین مثلا کلمه مکعب رو دیدیم بعد استوانه رو داشته حساب می‌کردین نه بدونید کلمه مکعب کلا برای حجم استفاده میشه واحده خب یا مثلا کلمه مربع برای مساحت استفاده میشه معمولا متر خالی و اگه استفاده کنیم یعنی برای اندازه ها برای اندازه ها مثل قدتون یا محیط میتونیم استفاده کنیم خب اینو الان خوب متوجه شدین حالا شاید سوال بپرسید که ما چرا اینچ رو مثلا داریم مثلا ما میگیم تلویزیون 35 اینچ 32 اینچ یا موبایل مثلا 5 اینچی خب آره مثلا میگیم اینچ منظور از اینچ یعنی اندازه اینچ اگر تبدیلش کنیم در واقع اینچ یه جورایی مال برخی از کشورها استفاده میکنن اینچ رو من اگر بیام تبدیل کنم هر یک عدد اینچ برابر است با اگر اشتباه کنم میشه دو ممیز پنجا و چار صدوم سانتیمت حدودا دو و نیم سانته حدودا میشه دو و نیم سانت دو پنجا و, پنج و دیگه دقیقش نمیخوام میشه دو و نیم سانت مثلا اگر یه موبایلی گفتن پنج اینچ هست خب منظورش اینه که پنج ضرب در هر اینچ میشه دو و نیم سانتیمت من تبدیلش کنم دو و نیم سانت میشه چقدر پنج دوتا 10 تا 5 بیست 25 تا, هم. بیس و تا هم میشه 12 و نیم میشه 12 و نیم سانت قطر اون صفحه نمایششه نمیخواد اینا رو یاد بگی فن میخوام بتونم ای کلمه اینچ رو دیدیم بدونید همون اندازه ها هست مثلا اندازه ای فلان تلویزیون قطرش رو معمولا با اینچ نشون میدن حالا شاید داخل مثلا جایی شنیده باشی کلمه هکتار رو استفاده کردن کلمه هکتار هم که استفاده میکنم برای زمین ها ما معمولا برای زمین همیشه از متر مربع استفاده میکنیم حتی اگر شنیدی گفتن خونه ای 110 متره خونه ای 150 متر منظورشون متر مربع اشتباهن میگن متر متوجه شدین خب اگه کلمه هکتار رو دیدیم هکتار که متر مربع نداره چرا داره هکتار رو اگه تبدیل کنیم برابر است با ده هزار متر مربع هر یک دونه هکتار برابر است با ده هزار متر مربع در واقع تبدیل میشه پس کلمه هکتار یا اندازه های زمین ها و اینها هم استفاده میکنن میشه همون متر مربع ولی بهمون نگفتن میشه متر مربع حالا حجم رو گفتیم احتمالا شنیدید مثلا میگن نوشابه یکونیم لیتری درسته اون یکونیم لیتر در واقع حجم اون نوشابه هست ولی چرا کلمه لیتر رو استفاده کردن اشکالی نداره به مرور بزرگتر شدی میبینید چند تا دونه کلمه های دیگه هم هستن علاوه بر متر مکب علاوه بر متر مربع علاوه بر متر خالی چیزهای دیگه هم هستن به جای متر مکب میگن لیتر لیتر منظور هز هر یک دانه لیتر برابر است با هزار سانتی متر مکعب هست در واقع اون نوشابه و اون حجم خیلی چیزهای مثل سی سی اگر شنیده باشین خب اینها رو در واقع برای حجم استفاده میکنن ولی تبدیلش نکردن هنوز به مون متر مکعبه ولی ما اگر یاد بگیم بعدها یاد میگیرید که به متر مکعب ما تبدیلش میکنیم یه جوری یاد میگیریم که چجوری اینا رو تبدیل کنیم که کارمون راحت بشه پس اگر محیط یا اندازه ها رو دیدین بدونید همیشه آخرش یه متری داره واحدش چیه؟ متره حالا اگر اینچ دیدیم بدونید اینچ هم یه جورایی تبدیل میشه به متر میشه سانتی متر دودن میشه دو سانتی متر میلی و اینا اشکالی ندارم مهم اینه که اون آخرش متر قرار بگیره اینجا هم اگر دیدیم مساحت مثلا گفتن یه چیزی میخوایم رنگ بزنیم یه چیزی میخوام کاغذ دیواره بگذاریم یا اندازه فلان زمین چقدره همیشه با متر مربع نشون میدن اگه نشون ندارن بدون... بدونید دارن زن ساده و اشتباه یه جورایی دارن میگن وگرنه خونه ها همیشه با متر مربع گفته میشه مثلا خونه ای 125 متر مربع هست خب حالا اگر هکتار هم شنیدی کلمه هکتار رو ما در واقع تبدیلش میکنیم به متر مربع بعدها یاد میگید چند تا دونه هستن که تبدیل میکنیم و اینجا هم اگر حجم میدیدین حجم همیشه با متر مکعب نشون میدن خب مثلا مصرف آب خونه رو با, ه... با متر مکعب نشون میدن احتمالا توی قبض آب خونه دیده باشین یا میخوان بگن مثلا نوشابه چند لیتری یا مثلا فلان قوطی اینقدر سیسی داره همه حجم ها رو با حالت متر مکعب نشون میدن اگر سیسی دیدین بدونین که به متر مکعب تبدیل میشه اگر لیتر دیدین بدونین که به متر مکعب تبدیل میشه تبدیلش نکردن هنوز ولی به مرور یاد میگیرید که تمرین میشن پس بدونید سه تا دنیای مختلف در هندسه و ریاضیات داریم در هندسه که جزئی از همون ریاضیات هست در واقع یک شاخه ای از ریاضیات هست هندسه حجم و مساحت و محیط و اینها سه تا بعد کاملا مختلف از همدیگه هستند. حالا بعدها یاد میگیرید که اشکالی نداره یه شکلی که حج داره مساحت هم داشته باشه این صفحه های رو به رو میتونن مساحت داشته باشه این صفحه ای اینوری میتونه مساحت داشته اون صفحه بالا بالایی میتونه مساحت داشته باشه یا یعنی اینکه یه شکلی ممکنه علاوه بر اینکه حالت سه بعدی داره مثلا محیط هم داشته باشه محیط میشه اندازه اینجا تا اینجا بعد تا اینجا تا اینجا تا اینجا اون پشت سریه این بالا بالا سریه این قسمت اندازه همه اینا رو ما بیایم جمع کنیم و اون پشت سریه رو اگه بیایم جمع کنیم میشه محیط این یکی حجم سبعدیمون خب کلمه حجم رو استفاده میکنم معمولا برای شکلهای بعدی میگیم حجم ولی در واقع این های سه بعدی رو ما ممکنه حجم ازش حساب کنیم ممکنه مساحت ازش حساب کنیم ممکنه محیطش رو هم حساب کنیم ولی شکلایی که دو بعدی هستن دو تا دونه بعد فقط دارن طول و عرض اینا فقط مساحت یا محیط دارن یا مساحت دارن یا محیط خب دیگه حجم ندارن که ما بیایم حجمش رو حساب کنیم چون عمقی ندارن حالا اگر یک جایی احتمالا کلمه 3D رو شنیدید این منظورش همون سه بعدی هست بود در زبان خارجی به صورت دیمنشن نشونش میدن دیمنشن که این دیه از همین اومده این رو خواستم اول فصل بهتون بگم که رفتید جلوتر برای مثال سین میم دیدین همون سانتی متر مربع هست که توی فارسی حالت سین میم من زیاد خودم دوست ندارم حالت سین شما ببینید بدونید منظورش همون سانتی متر مربع و داره در مورد مساحت صحبت میکنه اصلا یه جور زرنگ بازیه به محض اینکه کلمه سانتی متر مربع تا متر مربع رو دیدیم بدونید داره در مورد مساحت صحبت میکنه اگر متر خالی رو دیدین بدونید در مورد اندازه ها یا محیط ممکنه داره صحبت میکنه و اگر کلمه مکعب رو دیدین مثلا متر مکعب یا میلیمتر مکعب رو دیدین بدونید حجمو از شما میخواد یا داره در مورد حجم صحبت میکنه یعنی یک جورایی ما میایم زرنگ بازی میکنیم به محض اینکه واحد رو دیدیم میفهمیم از ما چی میخواد مثلا اگر بهمون به گفتن از فلانجا تا فلانجا چند متره در جا متوجه میشیم که اندازه رو از ما میخوان اگر اون گفتن فلان چیز چند متر مربع در جا میفهمیم که مساحت رو از ما میخواد خب اگر بهمون گفتن مثلا فلان سوال بیا متر مکعبش رو حساب کن آها متوجه میشیم که آره از ما حج رو میخواد متوجه میشین به محض اینکه واحدا رو دیدیم میتونیم یه زرنگ بازی در بیاریم در واقع زرنگ باشیم و بفهمیم که کلمه متر مکعب استفاده که پس داره در مورد حج صحبت میکنه میخواستم اینو بهتون بگم که این سه دنیا رو از همدیگه جدا کنید سه تا دنیای کاملا مختلف از همدیگه هستن